به شما همراهان همیشگی آسمان هنر بیشتر والدین مهاجر ایرانی برای انتخاب استاد و آموزشگاه موسیقی نگران هستند اینکه آیا استاد شرایط و روش تدریس مناسب برای فرزندانشون رو داره یا نه و اگر کودکان دچار اختلال سلامت باشند این تشویش بیشتر میشه امروز از خانم مهنوش هسنلو دعوت کردیم که مهمان برنامه ما باشند ایشون متولد مرداد 1360 در تهران هستن و از پنج سالگی شروع به آموختن موسیقی کردن پیانو رو انتخاب کردند و در دوره های تکنوازی، تاریخ کلاسیک و عرف پیشرفته شرکت کردن. به هنرستان موسیقی رفتن و از دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد در زمینه روانشناسی آموزش در موسیقی فارغ تحصیل شدند. ایشون در سال 2006 به کانادا مهاجرت کردند و مدرک ARTC رو در پیانو، پداگوژی پیانو و آموزش موسیقی به کودکان از کنسرواتوار موسیقی تورنتو دریافت کردند. در رشته اورف از استان اونتاریو به عنوان متخصص شناخته شدند و رشته کودای رو در کنسرواتوار موسیقی فرا گرفتند و بعد از مدتی به آموزش تخصصی به کودکان آتیز پرداختند. ایشون مؤسس متع... استودیو موسیقی آوا هستند و به شاگردان موفق بسیاری اعم از آتیزم و بیش فعال آموزش دادند. کلاس های موسیقی برای کودکان از زیر یک سال تا 6 سال دارند و هنرجویان بسیاری رو در شهر تورنتو آموزش میدن و به تازگی آموزش بداه نوازی و آهنگسازی به کودکان از سن پنج سال رو هم شروع کردن. خیلی خوش اومدین به برنامه ما خانم حسن لو. خیلی متشکر از دعوتتون متشکر شما در کنار آموزش به کودکانی که خب حالا عادی هستن در و آموزش موسیقی میدید بهشون به به طور تخصصی به کودکان اوتیسم و بیشفعال تدریس موسیقی میکنید آیا همه این کودکان توانایی یادگیری موسیقی رو دارن و یا اینکه شدت بیماری اثر داره بله آتیزم یا اوتیزم که ما ازش صحبت میکنیم برها زیر یک چتر خیلی بزرگی قرار میگیره و از که همه الان دیگه واقف هستن هر بچه ای اوتیزمی با بچه دیگری شبیه نیستش مثل انگشتای دست ماست که پرینت ما همه با هم دیگه فرق داره به شدت و ضعف خیلی ربط داره ولی در ابتدا من با تمام بچه های اوتیزم فکر میکنم کار تراپی انجام میدم بدون که خودم بدونم و بعد اونها رو تشویق میکنم به آموختن برای اینکه یک سری مشکلاتی در راه وجود داره که اگه اون مشکلات ما بتونیم برداریم بعد میتونیم به راحتی به این بچه ها با روش های خودشون آموزش بدیم که این روش ها کاملا متفاوته با بچه های عادی آیا شدت بیماریشون تاثیر داره در یاد بله شدت بیماری خب مسلما تاثیر داره بعضی از بچه ها سریعتر جواب میدن یعنی بیماری های, جز... شاید های جسمی شاید توانایی های جسمیشون بالاتره بعضیا توانایی جسمیشون پایین تره بعضیا اوتیسم هستن و اتنشن دفیشنسی هم دارن یعنی تمرکز پایین دارن بعضی اوتیسم هستن هایپر اکتیویتی دارن بیش فعال هم هستن و در نتیجه بعد ببینیم که این بچه ای اوتیسم چی هست در واقع و اون بچه رو باید کشفش کنیم و مسلما همشون متفاوت هستن یعنی کاملا یک دنیایی که با هر کدوم برخورد میکنین فکر میکنین که این من تا حال همچه چیزی ندیدم من تا حالا همچی چیزی ندیدم و باید بریم به کشف اون دنیا و مثل یک سفری که شما میخوایم قاره, یه قاره یا کشف کنیم و داخل یک اقیانوس هستیم با یک کشی و پر از تلاتومه و شما نمیدونید چه اتفاقی بعدش میاد و هیچ چیزی رو نمیتونید پلان کنیم و پلان همون روز اتفاق میافته ولی مسلما شدت و ضعف تاثیر داره ولی همشون میتونه آیا موسیقی در بهبود گذران زندگی روزانه شون بهشون کمک میکنه؟ صد در صد هم از این بچه ها حالا اوتیسم هستن، هایپر اکتیف هستن، اتیشن دیفیشنسی دارن، تمرکز پایین بچه های نورمال دیولوپمنت هستن در همه تاثیر میذاره بهشون دیسپلین میتونه بده به مرور زمان اتنشنشون و فکوسشون رو میتونه بالا ببره هیجانهاشون رو میتونن جایی خالی بکنن که امنه براشون و هیچ اشکال ایرادی توش وجود نداره و والدین حتی میتونن نگاه کنن ببینن که با بچه ها میتونن بازی در خصوص موسیقی انجام بدن که بچه ها پیرویشون بیشتر میشه که اونها بازی های آوازی هستن که من خودم انجام میدم با بچه ها. که از طریق آواز به قول معروف یه کاری میکنیم که بچه ها شما رو دنبال بکنن و حرف شما رو در حقیقت گوش بدن و صد در صد تو کامنیکیشن کردنشون با دیگران خیلی تاثیر میذاره علت بزرگش هم این که اعتماد به نفس خیلی بالایی میبره شما چون اگر با یک معلم متخصص کار کنین اون در روح و روان اون بچه اوتیسم یا حال هایپر اکتیو یا هایپر یا همه بچه ها داره تاثیر میذاره و به بچه اعتماد به نفسی میده شاید گاهی کاذب ولی لازمه یک اعتماد به نفسی میده که بچه فکر میکنه که آه من هم هستم من هم وجود دارم پس من هم قابلیت دارم اگر یک نوتی و صدا میزنم در میارم یا میخونم یک چیز خیلی بزرگیه یک اچیومنت بزرگه یعنی این که من دوباره اون قاره رو رفتم خودم هم کشف کردم خب این خیلی تاثیر داره در اون روند رابطهش با حالا مردم دیگر با توی اجتماع باز به سن هم خیلی رفت داره خب توی همین کار هم چون والدین هم در ارتباط هستن اونها هم کمک های بزرگی میتونن بشن و به خود والدینشون هم اعتماد به نفس واقعیتش داده میشه و میفهمن که او اینجوری نیست که بچه ما نمیتونه یه کاری بکنه پس درنش یک حلقه ایه در کامیکیشن که همه با هم دیگه دارن کمک میکنن و میزنن و به یک نقطه بیرونی میرن که اجتماع هست که صد درصد اون،, اون هم خیلی تاثیر داره در اجتماع به دو نکته اشاره کردین یکی همون عدم تمرکز که بیشتر در بچه های فعال دیده میشه چطور توجهشون رو جلب میکنید به اینکه به حرف شما گوش بدن و اون کاری رو که باید در نهایت انجام بده انجام میدن نه در حقیقت یه ذره من برم مقب از زمانی که من رشته معلمی رو انتخاب کردم و روانشناسی آموزش رو انتخاب کردم و اصلا کلا فکر کردم که حالا این همه ما نوازنده خیلی خوب داریم کی قرار جنریشن بعدی ما نسل بعدی ما رو آموزش بده که بر نسل بعدی ما هم حالا توش بچه های بیش هستن آتیزم هستن اصلا بچه های نورما هستن که بعضی مدتی این رو میذارن کنار برای همین من رفتم رشته معلمی و فکر معلمی یک هنره و یک روانشناس کامل شما باید در رشته معلم باشیم و که من اینجا خوندم بخش خیلی بزرگش روانشناسی کودک بوده دانش من وقتی حالا بچه حالا بیام بریم سمت بچه بیشفعال فعال وقتی بچه بیش رو میبینم که میدونم که تمرکزش خیلی بالاست و خیلی تحرک داره اینا اولین کاری که میکنم شاید به مدت 6 ماه اعتمادش رو جذب میکنم فقط صرفا اعتماد و میرم اونجا و میذارم اون چیکار میخواد بکنه توی اون اتاق و من هم دقیقا همون کارو میکنم جایی که نکنه و بکنه و بیا بشینه نشینه اینجا کلاسو نیست عین خودشو میشم چه با بچه های اوتیسم چه با بچه که هایپر اکتیف هستن چه باز هم میگم نورمال دیولپر من این در اون زمان در دو جلسه بچه رو تشخیص میدم که این بچه به چی علاقه داره چه چیزی فوکوسش از بین میبره آه آه الان وقتی خسته میشه عادتش چیه و من هم دقیقا قبل از اینکه اون به من بگه من بهش میگم مثلا یه بچه که بیش سر وسط گرفت یه مرتبه میخواد به من بگه ساعت چنده من میدونم میخواد بگه بهش میگم میدونی ساعت چنده و باید من نگاه میکنه میگه ساعت میگم ما برو ببین ساعت چنده بهش این فرصت رو خودم میدم قبل از اینکه اون از من درخواست بکنه که از کلاس بره بیرون یا میگه من خستم میگه و من منم خیلی خستم من خیلی شبیه سازی میکنم فکر می کنم که با بچه ها به صورت کل و مخصوصا اوتیس و بیش فعال شما باید یک آینه در مقابلشون باشین شما باید وارد دنیای اونا بشین و بعد وقتی که وارد دنیای اونا شدین وقتی ازشون بخواین که شما بیاین وارد دنیای من بشین اونها هم با کمال میل میاد من چیزی که برداشت کردم و حرف شما این هستش که همراهشون میشین و هم این همراهی باعث میشه که به شما توجه داشته باشن و به حرفتون گوش بدن درسته. گوش بدن. بله بله و نکته دوم این که در مورد آواز خوندن صحبت کردین این آواز خوندن چقدر به تکلم بچه های آتیزم کمک میکنه؟ خیلی زیاد خیلی زیاد حالا غیر از اینکه ماهیچه های داخل حنجره ما شروع میکنن به کار کردن و خیلی ضعیف هستند تا آرای صوتی و ماهیچه ها غیر از اون بر... یه بخش از مغز کمک میکنه و یه سری دریافت انجام میدن و این بچه ها میدونی که واکنششون به موسیقی خیلی قویه خیلی قویه یعنی که ترجیح میدن که باهاشون آواز بخونین تا باهاشون حرف بزنین حالا این استادی شده در مورد بچه‌های خیلی کوچیک 6 ماهه امین ببخش بخش میخوام دو سه روزه به بالا وقتی به دنیا میان اونها به آواز اکشان من خیلی بیشتری نشون میدم به تا به حرف یعنی شما اگه لالایی ها رو چرا اصلا لالایی میخونن که بچه بخوابه و میگن چرا صدای مادر رو دوست دارن چون زیرتره و ترجیح میدن که مادرها آواز بخونه حرفاشون آوازی بزنن تا به صورت معمولی چون بچه ها توجه بیشتر به آواز و صدای زیر میکنن خب در مورد بچه های اوتیسم هم, هم همینطوره گوش بسیار قوی موسیقیایی دارن. و اصلا باور نکردنیه یعنی من همیشه میگم اینها یک سری نوابقی هستن که ما اینها رو اشتباهی فکر میکنیم که نرمال نیستن و در نشه فقط اینها به یک چیزی خیلی فوکوس شدید و کافی مون اون یک چیزو به دست بیاریم و بیشترشون تو قسمت حالا هنر موسیقی یا حالا در قسمت آواز غیر از اینکه سعی میتونیم بکنیم که مثلا گفتارشون رو بهتر بکنیم و این اتفاق من خودم هم به قول معروف دیدم و اتفاق افتاده به ساعت زیادی غیر از اون ما میتونیم برای بچه‌ها که خیلی کوچیک‌تر هستن که اوتیسم و حرف ما گوش نمیدن از طریق آواز شروع کنیم و یک سری نورد ورد داریم یه سری میکنه یه let's take a walk take a walk take a walk and we're gonna say stop اینا سر استاپ وای میسن اینو یاد میگیرن وایسن شما بچهاتونو میبرین توی مال و دستشو رو و خیلی راحت میتونین براش آواز خیلی ساده بخونین و وقتی بچهتون میخواد یه جا استاپ کنه براش استاپ میگیم و استاپ میکنه و شما پیروی میکنه و این بچه این آواز بلده یعنی از طریق این آواز با شما کامیکیت میکنه در بهله اول بسیار عالی خب خیلی رسالت سختی رو در پیش گرفتین من به خودم ازتون متشکرم امیدوارم که از بین شاگردان شما موزیسین های فوق ای به جامعه معرفی بشن براتون آرزوی موفقیت می کنم خیلی ممنون خیلی لطف کردین متشکرم از همگی متشکرم امیدوارم که در راه موسیقی همه و هنر و انسانیت هممون قدم برداریم و دست به دست هم بشیم امیدوارم خدا نگهدار شما خدا شما متشکرم با آرزوی خوش درخشیدن همیشگی تک تک شما در آسمان زندگیتون به خدای بزرگ میسپارمتون.